پنجشنبه اول شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر است با 22 ماه آگست یا اوت 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من رو بپذیرید از برنامه خبرها و نظرها. من حسین حجازی هست. امروز در خدمت سرور ارجمند آقای دکتر منصور فرهنگ خواهم بود. بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدارشون در شرق امریکا در نیویورک و می نشینیم پای صحبت های همیشه منطقی و مورد توجه شما بینندگان که عکس العملی رو که نشون میدید راجع به برنامه ها و به اصطلاح علاقه ای رو که دارید که صحبت های دکتر فرهنگ رو بشنوید، خوشحالم که امروز با ایشون خواهم بود. عرض کنم حضورتون که دیشب سومین شب کنگره بزرگ به اصطلاح یا گرد همایی دموکرات ها بود و در شیکاگو، و خب اتفاقات جالبی افتاد. تعداد زیادی سخنران آمدن صحبت کردن. یکی از نکاتی که خیلی برجسته شد، تعداد نسبتا زیاد جمهوری خواهانی بودن که از حزب جمهوری خواهی رو که به گفته اونها دونالد ترامپ درست کرده و دیگه اسمش جمهوری خواه اسم جمهوری خواه نیست و حزب ترامپ باید اسمش رو گذاشت و خودشون رو کنار کشیدن از مبارزات انتخاباتی برای آقای ترامپ، آمدن به سمت دموکرات ها و به گفته بعضی از این افراد اونها بیشتر به فکر دموکراسی در امریکا، خطری که دموکراسی امریکا رو داره تهدید میکنه، و همچنین مسئله حزب رو زیاد برجسته نمیکنن و علت پیوستنشون رو به حزب دموکرات این میدونن که فکر میکنن اگر خانم کاملا هریس برود به کاخ سفید میتونه این خواسته ای رو، این خطری رو که دموکراسی امریکا باش روبرو هست، برطرف بکنه. از یکی از سخنرانان جلسه دیشب آقای تیم والتز بود، به اصطلاح شخصیتی که توسط خانم هریس به عنوان معاونش انتخاب شده. او به عنوان یک شخصی که در گارد ملی امریکا سالها خدمت کرده، به عنوان یک معلم و به عنوان یک شخصی که تمام کارنامش مملو هست از خدماتی رو که برای کسانی که واقعا محرومین ایالتی رو که فرمان دارش هست فراهم آورده. دختر پسر و همسر آقای والتز در جلسه بودن و احساساتی شدن پسر او یک صحنه جالبی رو به وجود آورد. عرض کنم حضورتون که در مورد مسائل دیگه سخنرانانی که صحبت کردن، یکی پیت بودوچش بود، وزیر به اصطلاح راه، کسی که وزارت راه ها، در واقع فرودگاه ها، جاده ها و این گونه مسائل رو مدیریت میکنه. و بعد سخنرانی
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت و یکی از کمدین های جوان و معروف امریکا آقای کینن، جوانی که سالهاست در ساتردی نایت لایو در واقع اون نمایش طنز هفتگی که سالیان سال هست از تلویزیون ای بی سی اگر اشتباه نکنم، یا بله ای بی سی منتشر میشه برنامه هاشون، کینن این به اصطلاح پروژه ای رو که تحت عنوان پروژه 2025 معرفی شده، یعنی برای 2025، و گفته میشه که اگر جمهوری خواهان، یعنی اگر ترامپ بیاد روی کار، کارنامه ای رو که میخواد، یعنی برنامه ای رو که داره همین برنامه ایست که در این در واقع کتاب نسبتاً قطور عنوان شده، گویا 700 صفحه است، یه چیز قطوری است، و کینن چند قسمت از این کتاب رو خوند و کسانی رو که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، نهادهایی رو که تحت تاثیر قرار گرفت، از جمله در واقع حذف وزارت آموزش که در واقع دانشگاه ها و دبیرستان ها و دبستان ها رو زیر چتر خودش داره، صحبت از اون هست، عدم حمایت، ادامه ممانعت از شرکت امریکا در ناتو، و خلاصه نکات دیگه رو که کینن به خوبی برجسته کرد و با حضار دیشب در میون گذاشت. عرض کنم که در این جلسه ضمناً دانش آموزان سابق آقای والز هم شرکت داشتند و شور و هیجانی رو به وجود آوردن در جلسه که خیلی جالب بود و مورد توجه قرار گرفت. دیگه از کسانی که صحبت کردن، اوپرا وینفری، عرض کنم که آقای جاش شپیرو فرماندار یکی از فرماندار پنسیلوانیا هست و یکی از افرادی هست که در لیست کسانی قرار داشت و خیلی شایعه این که او به عنوان معاون انتخاب بشه توسط خانم هریس بالا گرفته بود، ولی او انتخاب نشد، ولی آمد و جانبداری کرد از خانم هریس و در واقع تاییدی گذاشت بر انتخاب ایشون برای معاونت خودش، و این هم یکی دیگر از جلوه های دیشب برنامه سومین شب این کنوانسیون یا گرد همایی دموکرات ها بود. من وقت برنامه رو بیشتر از این نمیگیرم، میرویم به دیدار جناب دکتر منصور فرهنگ و ببینیم که ایشون نظرشون چیه و به خصوص مسائلی رو که در ایران میگذره با ایشون در میون بگذاریم و ببینیم که این آقای پزشکیان و کابینه ای رو که معرف کرد و در واقع خودش یک داستان جداگانه است با دکتر فرهنگ در میون بگذاریم نظرشون رو جویا بشیم. سلام آقای دکتر فرهنگ. سلام بر شما، امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشین و گفتگوی ما بتونه برای بینندگان و شنوندگان به درد بخور باشه. این های از سپاس گذارم. دکتر فرهنگ، برنامه دیشب رو چطور دید؟ به طور کلی چند شب گذشته رو، مثلا شب ما قبل سخنرانی
اوباما و همسرش فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت و انعکاس خیلی وسیعی داشت در رسانه‌های امریکا. برنامه دیشب رو به چه صورت دید؟ ببینید، به طور کلی اگر ما توجه داشته باشیم به رقابت بین این دو حزب، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، که در واقع این از آغاز دهه 1930 که این کشور مثل بقیه کشورهای اروپا دموکراتی گرفتارهای اقتصادی وسیعی داشتند، حزب دموکرات از جهت اقتصادی و به طور کلی منافع مادی اتباع کشور شهروندان، حزب نسبتا لیبرال و به اصطلاح پیشروتری تا حزب جمهوری خواه. یعنی در تمام رقابت هایی که در این 100 سال بین این دو حزب وجود داشته، این یکی از به اصطلاح اختلافات اساسی بین اینها بوده. و از جهت اجتماعی و فرهنگی، یعنی لیبرال ها بیشتر به آزادی فرد احترام می‌گذاشتند، در حالی که حزب جمهوری خواه بیشتر خط سنت بوده. امروز هم همینطور که می‌بینیم، دست راستی های مذهبی از حزب جمهوری خواه دفاع می‌کنند، در حالی که تیپ هایی که به اصطلاح بخش های تحصیل کرده تر جامعه از حزب دموکرات. یعنی خیلی جالبه که اکثریت کسانی که تجربیات دانشگاهی داشتن به جمهوری خواهان رأی میدن و کسانی که فقط تو دبیرستان رفته بودن به جمهوری برعکس آقای دکتر دموکرات جمهوری. به هر حال یعنی این نه اینکه کلی باشه، به طور نسبی، به طور. و ما این رو خیلی خوب دیدیم در تمام این سخنرانی هایی که تأکیدی که این دفعه روی مسئله دموکراسی میذارن. این تا این تا اونجایی که من شاهد این مبارزات انتخاباتی در آمریکا بودم در بیش از 60 سال گذشته، هرگز مسئله دموکراسی و تعهد به دموکراسی از طرف هیچ یک از دو حزب مورد سوال قرار نمی گرفت. این که عده سنتی تر فکر میکنن و عده لیبرال تر هستن، این اختلاف بود، ولی نه به این معنا که حاضر به همکاری نباشن و یا موفقیت یک طرف به عنوان موفقیت دشمن شناخته بشه. این امروز بین این دو حزب واقعا یه اختلاف فرهنگی اساسی به وجود اومده که تأکیدی که سخنرانان خصوصا روی آزادی فرد و خصوصا حقوق زنان و غیره میذاشتن، این بی سابقه بود به نظر من. بنابراین این اختلاف تاریخی که بین این دو حزب در 100 سال گذشته وجود داره از جهت عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و آزادی فرد در برابر قدرت دولت تشدید شده. و این سخنرانی ها بیانگر این تشدیدی هم که در جامعه آمریکا به وجود، یعنی ترامپ در این 15-16 سال، در این 20 سال یک موفقیت دردناکی داشته که در تاریخ آمریکا بی سابقه است، و اون اینه که اومده مشروعیت نهادهای امنیتی و سیاسی این مملکت رو زیر سوال برده. میگه انتخابات توش تقلب بوده، خیلی جالب، انتخابات توش تقلب بوده، و میاد دست پلیس فدرال آمریکا رو، سیستم دادگستری آمریکا رو با ارائه تئوری های توطئه، یک دایجان ناپلئونیست کامل ترامپ. و توجه داشته باشیم یک دایجان ناپلئونیست کامل وقتی توانایی دسترسی به رسانه ها داره، تمام دروغ هایی رو که بگه، این دروغ ها اگرچه بسیاری از مردم باور نمی کنن، ولی تأثیر داره روی بخشی از جامعه. یعنی دقیقا حرفی که رئیس تبلیغات هیتلر در دهه 30 در آلمان میزد، چون فقط چون دروغهایی که راجع به یهودیان میگفت و دروغهایی که به راجع به واقعا وحشتناک دروغ میگفتند، ولی حرفش هم این بود، میگفته اگر یک دروغ هزاران بار تکرار بشه میتونه یه عده‌ای رو
برای عده‌ای باور به عنوان یه باور در بیاد بپذیرن. و خیلی جالبه که میگه بالاتر از اون عده دیگری هم شک و تردید خواهند کرد، یعنی بی‌طرف بشه. و کاری که ترامپ کرده دقیقا نبوده و با نهایت تأسف باید گفت که موفق هم بوده، به این شکل که امروز همه سنجش افکار نشون میده که حداقل در ایالات کلیدی که الکترال کالج نقش مهمی در اون داره، این انتخابات بسیار بسیار نزدیکه، یعنی 2-3% بیش اختلاف بیش از این، اگرچه در جامعه به طور کلی همونطور که حتی در دو انتخابات گذشته دموکرات ها اکثریت رأی رو در تمام کشور داشتن، کلینتون 4.5 میلیون رأی بیشتر داشت و بایدن بیش از 7 میلیون رأی، ولی در الکترال کالج بسیار بسیار نزدیک بوده. اینه که ترامپ و شرکا تأکید مبارزات انتخاباتی خودشون روی 4-5 ایالت میذارن، نگرانشون از جنوب نیست، توجهی هم به غرب و شرق ندارن برای اینکه اینجاها امیدی ندارن، ولی وقتی به ایالات میانه میرین در اونجاست که چه پولهایی صدها بیلیون دلار داره خرج تبلیغات میشه. و خیلی جالبه که در سال 2004 سال گذشته انتخابات آمریکا بیش از 14 بیلیون دلار مخارج داشت و ما نمیدیم امسال هم کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین بله، ما در برخلاف گذشته ما شاهد یک مناظره و یا گفتگوی منطقی بین دو بینش نیستیم، این دو بینشی که به همدیگه احترام میذاشتن، بلکه امروز در برابر دو رقیبی هستیم که یک طرف رقیب دیگر رو دشمن میدونه و جز پرخاشگری و به طور کلی افسانه سازی های بیمعنی تحت هیچ عنوانی حاضر نیست وارد بحث و گفتگوی منطقی راجع به مسائل و چالش هایی باشه که جامعه آمریکا امروز با آن روبروست. ممنونم آقای دکتر فرنگ. شما به نظر جناب عالی این سخنرانی ها که گفته میشه تعداد بینندگانی به اصطلاح جمعیتی که این کنوانسیون رو برنامه هاش رو تعقیب میکنن در تاریخ امریکا بی سابقه بوده از نظر تعداد، فکر میکنید که با توجه به آنچه که تا الان شاهد بودیم، این سخنرانی ها، صحبت هایی که بیشتر در جهت در واقع کمک به طبقه متوسط هست و در مقابل آنچه که جمهوری خواهان که بیشتر توجهشون متوجه سرمایه‌داران بزرگ و شرکت ها و نهادهای بزرگ اقتصادی هست، فکر میکنید که این سخنرانی ها واقعا اثر بگذاره روی طبقاتی که اون طبقه خاکستری که تصمیم نگرفتن ها تا به حال که چه بکنن؟ به نظر من تأثیر اساسی و مهم این سخنرانی ها و به طور کلی فعالیت هایی که هریس یا معاون او در این 2 ماه آینده خواهند داشت روی رای دهندگان بین 18 تا حدود 30 ساله، یعنی اون بخشی از رای دهندگان که در سنجش افکار نشون میده که بینش اونها لیبرال تره، بازترن، کثرت بینش رو راحت تر میپذیرن، در رابطه با مسائل فرهنگی و اجتماعی لیبرال ترن در برابر بسته. ولی اینها تعداد رای دهندگانشون به طور کلی درصدش خیلی پایینه، حدود مثلا در گذشته نگاه کسی که در انتخابات آمریکا تونست این بخش از جامعه رو بسیج بکنه و درصد رای اینها رو به شکل بی سابقه بالا ببره اوباما بود. اوباما موفق. امروز هم من فکر میکنم تلاشایی رو که در این به اصطلاح گرد همایی ها و سخنرانی ها میشه مقدار زیادی توجهشون به اون بخشه. اگر خارج از اون که بخوایم بریم که یعنی کسانی که بی‌طرف بودن، و یعنی بعد بگم که واقعا بیش از 90% از رای دهندگان آمریکا تصمیمشون گرفتن، یعنی بهتری ایالت هم معلومه که بیش از 90
یعنی بنابراین همیشه انتخابات آمریکا بین 52 48 درصد 53 37 درصد 49 51 درصد یا حتی نزدیک به 50 50 هم اتفاق. یعنی اونجا هدف دموکرات ها دقیقا اینه که و روی به اصطلاح جوونا و خصوصا زنان دختران جوان به دلیل مسئله سقط جنین و به طور کلی مواضع سنتی و دست راستی که بین بخشی از جمهوری خواهان خصوصا مذهبی های تندرو در اینجا هم حزب اللهی به اصطلاح جمهوری خواه وجود داره و در سرشون بالا نیست، حدود شاید 20 تا 25 درصد از رای دهندگان جمهوری خواه باشند، اما فعالن و از نظر اقتصادی کمک های زیادی به این مبارزات به صدا میکن. من شخصا امیدوارم، یعنی خوشبینم که دموکرات ها موفق بشن که درصد رای دادن جوان ها رو، یعنی مقصودم بخش جامعه بین حدود 18 تا 27 سال 30 سال رو با اگر بتونن اون رو 10 درصد هم بالا ببرن، انتخابات به نظر موفقیتشون در این انتخابات عملی خواهد شد. ممنونم دکتر فرهنگ. در فاصله برنامه های سخنرانی هنرمندان بسیاری آمدن اونجا هنرنمایی کردن و بیشتر باز تم برنامه هاشون با اشعار و ترانه هایی که در این خواننده ها اونجا یا این هنرمندان ارائه دادن، این موضوع هم فکر میکنید که در بین جوانان باز کششی داشته باشه واسه جوانان؟ کاملا، دقیقا اون افرادی که دعوت کرده بودن که سخنرانی بکنن یا پرفورمنسی داشته باشن، اینها مورد به اصطلاح مقبولیتی بین بخش های جوان دارن، خصوصا دانشجویان دانشگاه ها، که من خودم با دانشجویان سال هاست به اصطلاح زندگی کردم تو دانشگاه های آمریکا، اینه که بله تأثیر داره و این به اصطلاح این بچه شور و شوقی رو که اولا اتفاق بزرگی که در آمریکا افتاده، اکثریت بزرگ جمهوری خواهان دموکرات ها اون شور و اشتیاق راجع به بایدن نداشتن، حتی کسانی که از نظر رب بر از نظر مواضع او و لوایحی رو که پس کرده بود موافق بودن باش، ولی به اصطلاح آمریکایی ها بایدن اکسایتمنتی درست نکرده بود، شور و شوقی درست نکرده بود. این بود که این عدم شور و شوق یعنی محدود کردن رای دادن. توجه داشته باشیم که هر چقدر از جهت احساس چه مثبت چه منفی کسی نسبت به کاندیداها احساس قوی تری داشته باشه، رای دادن میره بالا. معروف است که در آمریکا میگن هیت و نفرت تعداد رای دهندگان رو میتونه ببره بالا، ضدیت با دشمن، و واقعا هم دست راستی ها همیشه ایجاد ترس میکنن، ایجاد نگرانی بین رای دهندگان میکنن و خودشون رو به عنوان به صدا حامی اونها، به عنوان کسی که دفاع میکنه از منافع و موقعیتون، کاری که ترامپ داره میکنه. یعنی که تا حالا این کنفرانسیون و خصوصا سخنرانی امشب نقش به نظر من مثبت و مهمی برای دموکرات ها داشته. فقط باید امیدوار باشیم که در مناظره ای که بین خانم هریس و جو بایدن وجود داره، در اونجا با منظورتون با آقای ترامپ هست؟ بله، بایدن، ترامپ و هریس وجود داره اونجاست که اون چیزی که به نظر من هریس خیلی جالبه اینه که تیپی نیست که به راحتی عصبانی بشه و در این مناظرات خصوصا دست راستی ها یا حتی میخوان سعی بکنن که طرف عصبانی بشه و به اصطلاح اینا کولنسش رو از دست بده که این به ضررشه. این خانم خیلی به نظر من از این جهت قویه، این لبخندی رو که همیشه داره و سنس
به اصطلاح مزاحی که در گفتگوهای او و پاسخهای او به سوالات هست بتونه خیلی به نفعش تموم بشه. به همین دلیل هم است که ترامپ فعلا گیر کرده، در مقابل یک مخمصه گیر کرده که دقیقا نمیدونه این مسخره بازی که راجع به اینکه او سیاه‌پوست یا هندی یا غیر ذلک در آورد جز مسخرگی و طنز نتیجه ای براش نداشت. اینی که من به طور کلی امیدوارم، خوشبینم به اینکه اینا موفق بشه. ممنونم. به دکتر فرنگی که از جلبه های مهم این گرد همایی در برنامه دیشب به خصوص اون نشون دادن فامیل والز، همسر و دو فرزندش بود که در جامعه امریکا تا اونجایی که من یادم هست سالیانی که در امریکا بودم مسئله خانواده و وابسته بودن به خانواده و به اصطلاح در این زمینه سالهای سال مثلا زن و شوهر با هم بودن، این یک کارنامه خوبی برای افرادی هست که وارد گود مبارزات انتخاباتی میشن، اینطور نیست؟ کاملا. ولی این به خودی خود تقین کننده، این شدت احساس ایجاد میکنه، حمایت رو تقویت میکنه و رأی دادن افرادی رو که به طور کلی احساس خویشاوندی میکنن با اهداف و ارزش های طرف، بله این جنبه. ولی بعیده که این نوع به اصطلاح ارزش ها بتونه طرف مقابل رو توی گروه های بی طرف، این بازم در این مورد من فکر میکنم هدف اصلی بسیج و وارد کردن جوان ها به انتخابات اساس هدف بزرگ دموکرات ها اونه و در این مسیر هم به تبلیغاتشون اگر نگاه بکنیم، به فعالیت هاشون اگر نگاه بکنیم، امیدشون اینه که به صورت درصد رأی جوان ها بالا بره که اگر اون بالا بره 100% به نفع. هیچ کس بهتر از اوباما راجع به این موضوع صحبت نکرد. کلینتون هم خیلی خوب بود. بله. بله. و هیلری کلینتون هم راجع به زنان بسیار بسیار خوب. تمام شخصیت هایی که صحبت کردن بین بخش هایی از جامعه آمریکا از مقبولیت بالایی برخوردارن. و این سخنرانی ها روی اون بخش ها از جامعه در رابطه با بسیج اونها و رأی دادن اونها نقش بسیار مثبتی داره. باید دید که برای هنوز 2 ماه دیگه مونده، اگر بر مصاحبات مطبوعاتی که خانم هریس انجام میده در اونجا بتونه به سوالها طوری پاسخ بده که به هر حال برای بخشهایی از جامعه قابل احترام باشه، حالا مخالفت و موافقتش به جای خود، ولی اشتباهی نکنه که به هر حال توانایی او رو مورد سوال قرار بدن یا منطق فکری او رو مورد سوال قرار بدن، که به نظر من تا حالا خیلی خوب پیش رفته. بله دکتر فرنگ، با اجازه شما ما پیام های بازرگانیمون رو میشنویم و برمیگردیم. من در خدمتتون خواهم بود با سوالات دیگری که دارم. من با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا. بنت دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی ال ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جی ال ویز آگهی می دهید، همه بینندگان جی ال ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جی ال ویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه های آشپزی پخش می شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاز، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. هالووین امسال با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. بینندگان گرامی، در خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. دکتر فرهنگ، برویم به تهران و به ایران و کشور بلازده خودمون که واقعا معلوم نیست تا کی این حکومت آدمخوار دوام میاره و تا کی میخواد با سرکوب مردم، با تجاوز، با شکنجه، با زندان کردن هر کسی که یک کلمه بر خلاف رهبر عالی‌قدر صحبت بکنه یا مسائل دیگر، با ترفندهایی رو که جمهوری اسلامی طی سالیان به کار برده و این مسئله انتخابات رو بهانه قرار داده که بتونه بگه ما در ایران دموکراسی داریم، انتخابات داریم و انتخاب میکنن مردم رهبران خودشون رو، به کرات کسانی که در مقام ریاست جمهوری قرار گرفتن یا در حین انجام وظیفه یا بعد از اینکه دورشون تموم شده آمدن گفتن جز یک فرمان بردار و یک در واقع منشی بیشتر نبوده کاری رو که میتونستن انجام بدن. پزشکیان هم با همین ترفند که قبلا به هر حال یه تعداد زیادی رو مجاب میکرد که برن رأی بدن، با همین ترفند آمد و به عنوان اصلاح طلب و اینکه اصلاح طلبان مورد غضب خامنه‌ای بودن و خامنه‌ای بزرگواری کرده که اجازه داده که اصلاح طلبان یا اصلاح طلبی مثل پزشکیان در
این انتصابات، انتخابی که وجود نداره و تعداد بسیار کم شرکت کنندگان در انتخابات بیاد و تشکیل کابینه بده. و صحبت هایی که کرده خیلی بحث برانگیز شده، نظرتون چیه؟ ببینید، ما وقتی صحبت از ولایت مطلقه فقیه میکنیم، بعد اینو در نظر داشته میکنیم ولایت فاشیستی فقیه، یعنی جامعه ما ایران امروز برای اولین بار به وسیله یک تشکیلات فاشیستی داره اداره میشه. و این تشکیلات فاشیستی هم یک از یک جهت موفقیت بزرگی داشته در این 45 سال، و اون تشکیل یک دستگاه بی سابقه سرکوبه، نه سپاه پاسداران، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی و هم از نظر سرکوب بی سابقه است. در این ارتش به معنای سنتی کلمه، که ارتشی که میخواد از مرزهای کشور دفاع بکنه یا از استقلال کشور دفاع بکنه، همچیزی نیست. دقیقا مثل گشتاپوی هتلر میمونه که هدف اساسی دفاع از این. بنابراین این تا زمانی که ماهیت رژیم فاشیستیه، تقدیر و یا به طور کلی اینکه کسی بخواد ریفورمیست باشه، یعنی اصلاح طلب باشه، یه قصه است. چون اصلاح طلبی یعنی چی؟ یعنی کسانی که حاکم بر جامعه هستن نقصایی در اون جامعه ببینند که بخوان اون نقصها رو با استفاده از کسانی که علم و دانش تغییرات رو دارن استفاده بکنن. در حالی که رژیم ایران، هم خمینی در ایران نقص دید و هم خامنه ای. و نقصی که اونها در رژیم دارن چی بود؟ خمینی آخر عمرش به این دلیل که گفت یکی از نقایص ولایت مطلقه فقیه اینه که ولی فقیه باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت مطلق برخوردار باشه. یعنی اسمش گذاشته ولایت مطلقه فقیه، یعنی دقیقا همون کاری که هیتلر کرد، همون کاری که استالین کرد. مرتقب قبلا هم در اون 8 سال اول هم این واقعیت بود، کسی در برابر خمینی نمیتونست کوچکترین نقطه انتقادی مطرح بکنه. اما چون در قانون اساسی ولایت مرتقبی وجود نداشت، خامنه ای از اون بدتر. خامنه ای اومد، چون خمینی در حکومت خودش به طور کلی نگرانی ناامنی نداشت، از حمایتی برخوردار بود و به طور کلی موقعیتی در اونجا داشت که کسی خطری برای از بین بردن او از جهت سیاسی نمید. ولی خامنه ای سخت نگران و ناامنه، و او هم در تغییراتی که در مرتب در گسترش جنایات این رژیم، در تیراندازی به مردم، در کشتار مردم بی سابقه بوده در تاریخ ایران واقعا. بنابراین این هم چیزی به نام پزشکیان، من نمیدونم انگیزه پزشکیان چی بوده، شاید کسی که تا حدودی نسبتا انگیزه هایی داشت که قابل احترام میتونست باشه، خاتمی بود. اونم خیلی زود یاد گرفت که هم چیزی امکان پذیر به صدا در یک نفر تصمیم میگه. و اینم باید به طور دردناک باید گفت که این تو فرهنگ سیاسی ایران بوده. تو فرهنگ سیاسی ایران یک قدرت بلا منازع که نمیتونه مورد سوال قرار بگیره، همیشه هم ارتباط با الهیات داشته، خدا شاه میهن بوده، ولی مطلقه فقیه و نماینده امام زمان بوده. ما در اون واقع هم نداشتیم. ولی اون چیزی که جالبه، امروز در داخل کشور خیلی ها زبان به انتقاد گشودن. چرا؟ برای اینکه بخشایی از هیئت حاکمه که در ایران درست کردن، و پزشکیان و روحانی و ظریف و خاتمی و اینها به صورت نمایندگان یا سخنگویان این بخش هستن، اینا میگن ادامه بحرانهایی که ولایت مطلقه فقیه باز رو بروش، نه تنها مشروعیتش رو مورد سوال قرار داره، مشروعیتش رو عجیب تضعیف کرده، بلکه ثبات و بقای رژیم رو تهدید میکنه. بنابراین برای ثبات و بقای رژیم باید از جهت سیاست خارجی تغییراتی بدیم که ایران بتونه
روابط عادی تجاری و اقتصادی با جهان خارج داشته باشه و در داخل کشور وضعی ایجاد بکنه که سرمایه گذاران بین المللی براشون جذاب باشه که بخوان به ایران. چرا؟ برای اینکه ایران سخت نیازمند مدرن کردن تأسیسات اویل و گاز خودشه، نفت و گاز خودشه، و این کار رو سرمایه گذاران خارجی هرگز در هیچ کجایی سرمایه گذاری نمی کنن مگر اینکه امنیت داشته باشن. امنیت داشت پزشکان من نمیدونم هر نیتی که داشت، ولی در حالی که امروز بدون چون و چرا پیرو و دنبال روی کسی است که قدرت مطلق داره و خامنه ای کوچکترین احساسی نسبت به منافع ملی ایران یا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران اصلا و ابدا نداره. یعنی این بحرانی که در روابط سیاست خارجی ایجاد کرده که امروز هم در برابر معضلی قرار گرفته که اگه بخواد دست به اقدام انتقام جویانه نظامی بر ضد اسرائیل بزنه میدونه که چه بلایی سر خودش میاد و اگر هیچ کاری نکنه بی اعتبارتر میشه در برابر نیروهای نیابتیش و یا اون پایه اجتماعی که در داخل داره. بنابراین ماهیت رژیم ایران به طور خلاصه بگم یه ماهیت فاشیستیه، یعنی با انسانیت، با مدنیت، با برابری، با انصاف ماهیتاً مخالفه. ماهیتاً و رفتاری رو که با زنان ایران دارن نمونه کاملیست، اثبات کاملیست برای اینکه ماهیت فاشیستی این رژیم برای دنیا روشن بشه. در همین دو ماه گذشته تعداد اعدام هایی که در ایران انجام شده بی‌سابقه. ایران اولین کشور دنیا در رابطه با اعدام های سیاسی و همطور اعدام های غیر سیاسی است به نسبت جمعیت. شاید مثلا در چین اعدام ها بیشتر باشه، ولی چین 1.1 میلیون جمعیت داره. ایران با جمعیت 85 میلیونی تعداد به نسبت جمعیتش در دنیا بی نظیر از جهت اعدام ها. چرا؟ برای اینکه رژیم از بیخوبون گرفتار بحران هویت و بحران مشروعیت و تا زمانی هم که خامنه‌ای زنده است و این تشکیلات خشن و فاشیستی رو که در ایران درست کرده وسیله خودش و خانواده‌اش، حتی کسانی که صادقانه دنبال اصلاح تری باشن غیر ممکنه که بتونن دست به جایی بزنن مگر اینکه بعد از مرگ او این عناصر در سپاه پاسداران هم باشن و در اون موقع اصلاح طلبانی که حمایتی در سپاه پاسداران دارن بتونن بحران تنش صدایی بکنن. در درجه اول بدون تنش صدایی در حریم سیاست خارجی ایران غیر ممکنه که مسائل اقتصادی و اجتماعی داخلی بده و بالاتر از اون تا زمانی که رژیم فاشیستی در حریم خصوصی زندگی مردم دخالت میکنه غیر ممکنه بتونه از مشروعیت اجتماعی و مدنی برخوردار باشه. بنابراین ما داریم راجع به یه رژیم صحبت میکنیم که ماهیتاً ضد انسانیت و ضد مدنیت. بنابراین کسانی که به خاطر اصلاح میان صحبت از به صدا بهبود رژیم و یا تغییراتی در رژیم بکنن در خواب و خیال و یا قصه هایی به سر میبرن که با همین قصه ها هم دوباره خوابشون میبرن. ممنونم دکتر فرهنگ. چیزی که انعکاس موضوعی که انعکاس زیادی داشت صحبت های پزشکیان بود که در مجلس وقتی برای گرفتن تایید افرادی رو که برای کابینه خودش انتخاب کرده آمده بود و به سوالات نمایندگان پاسخ میداد، وقتی که تکرار کردن سوالات رو و پافشاری کردن گفتش که منو مجبور میکنید چیزی که نباید بگم بگم، و بعد گفتش که این افرادی که معرفی شدن به عنوان وزرا و رؤسای نهادهای مختلف در کابینه من یک نفرشون با انتخاب من نبوده، با انتخاب رهبر عادی قدر بوده. و به دنبال این صحبتی که کرد پزشکیان مجلس بدون فوت وقت همه این وزرا رو به اصطلاح تایید کرد و در واقع این اتفاق رو مشاهده بودیم که میگم انعکاس خیلی زیادی داشت در
در دوره مبارزات انتخاباتی و مناظرات هم او همیشه همین حرف زد که بدون چون و چرا، بدون قید و شرط از رهبر انقلاب حمایت میکنه. زوب در ولایت هستم. بله دقیقا، خودشونو به اتفاقا زیاد منطقه در ضمنم صحبت های دیگه میکرد و یا کسانی که دور برش بودن صحبت های میکردن که در واقع نوعی میخواستن نوعی امید، نوعی احساس ایجاد بکنن که او تلاشی خواهد کرد برای بهبود. بر بخشی از جامعه ایران امروز انقدر گرفتار مسائل اقتصادی و معیشتی هستند که اگر کسی بیاد این مشکلات معیشتی رو تقلیل بده برای اونها قابل احترامه. بر بخشایی از جامعه، اون همون کسانی بودن که اومدن رأی بیشتر به او دادن در دور دوم انتخابات. ولی واقعیت امر اینه که خود پزشکیان یا دیگران ماهیت رژیم ایران، ماهیت فاشیستی که این رهبر بلا منازع و مطلق اندیش داره، و اگر تجزیه و تحلیل رفتار و کردار خامنه‌ای رو ما بخوایم اصلا و ابدا، این که ما وقتی راجع به مسائل اقتصادی و یا مسائل سیاست خارجی که بیشتر در حریم بسیار کار زندگی منه فکر میکنیم، بگیم این کشور چی میخواد، موضعی میگیره، سوال اینه که هدف چیه. از رژیم ایران کسی واسه هدف شما در دخالت در منطقه، در صدها بیلیون دلار خرج کردن در منطقه چیه، جوابی که به شما بدن جوابای امام زمانیه، جوابایی که ارتباطی به منافع ملی، ارتباطی به رفاه و امنیت کشور، ارتباطی به اعتبار مردم و جامعه ایران یا گذرنامه ایران به هیچ وجه نداره. ارتباط امام زمانیه که بهشت و جهنمی هست و یه خدای اون بالاست، هم ما همه حقایق رو میدونیم و تمام کارهایی که میکنیم مورد رضای این جنونه. و علت این هم که میگم جنونه، فقط حرف پرخاشگری نمیکنم، شخصیت های برجسته ای که روانشناسی و روانکاوی رو مطالعه کردن، خصوصا در دهه 30 که موسولینی و هیتلر و بعد فرانکو رو بیشتر تحت نظر داشتن، اینها میگن که در گذشته صحبت از این بود که قدرت مطلق فساد میاره و قدرت مطلق خشونت میاره. اینا درسته، ولی امروز میگن قدرت مطلق بریدگی از واقعیت میاره، یعنی روان پریشی ایجاد میکنه. و به نظر من خامنه ای و خمینی دو روان پریش، دو مجانین بر اریکه قدرتن. این خمینی در سال 1982 که ارتش ایران تونست نیروهای عراق رو از خاک کشور خارج بکنه، خرمشهر رو پس بگیرن، در اون موقع عربستان سعودی، قطر و دیگر و کویت، کشورهای دیگر عربی، خلیج فارس به ایران 20 بیلیون دلار میخواستن برن که اگر ایران آتش بس رو بپذیره، 20 بیلیون دلار برای بازسازی ویرانی های جنگی. خمینی نه تنها نپذیرفت، گفت ما میخوایم از کربلا بریم قدس. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرفی که میزنی که این روان پریشانی که بر مرز قدرت نشستن و مطلق اندیشن و روان پریش شدن، اینها ادعاهایی میکنن که این ادعاها هیچ ارتباطی با توانایی اونها نداره. این ادعاهای پوچ بی‌معنی تبلیغاتیه، مثل اینکه بعد از اینکه هانیه رو زدن در ایران گفتن ما میخوایم بریم اسرائیل رو نابود بکنیم، بعد دیدیم که در اونطوری، یعنی که فقط هم اونجا صدام حسین هم همینطوری بود، قذافی هم همینطوری بود، رهبران دست راستی تو تمام کشورهایی که بعد از پایان استعمار تونستن استقلال بگیرن یه عده‌شون توی این خط افتاد. در ایران بدتر از هر جای دیگری است. چرا؟ برای اینکه در ایران فاشیسته. فاشیسم یعنی دخالت در حریم خصوصی زندگی بخشی از هویتشه، در حالی که مثلا به قذافی یا صدام حسین از شما تمکین سیاسی میخواستن، ولی دخالتی نداشتن که تو خونه چه کاری میکنی، دخالت نشن به چه موزیکی گوش میدی و غیر ساله. این رژیم فاشیستی، فاشیسم ولایی، ده گرفته بحرانهای وسیعتری از دیگر کشورهای مستبد منطقه ده. ممنونم دکتر فرنگ. ما در طول این سالیان بازیگرانی رو در سیاست
جمهوری اسلامی داشتیم که یکی از برجسته ترین هاش میشه گفت شخصی است به اسم آقای ظریف که ایشون به عنوان کسی که خب زبان انگلیسی رو به راحتی صحبت میکنه، تسلط داره، تحصیل کرده یکی از دانشگاه های امریکایی هست، ولی خب مکتبی بودن و اعتقادش به ولی فقیه و غیره رو بارها تاکید کرده روش. در جریان برجام او نقش عمده ای رو داشت و بعد از اینکه دوران ریاست جمهوری ترامپ تموم شد، این امید وجود داشت که با سختگیری هایی که میشه، یعنی آقای بایدن و کابینش بیشتر توجهشون معطوف شده بود به اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو از ادامه فعالیت های هسته‌ایش باز بدارن، و در این مورد خب نقش ظریف و اون قرارداد برجام میتونست این موضوع رو تا حدود زیادی عملی بکنه، و بایدن با تمام تلاشایی که کرده که دوباره برجام رو زنده بکنه نتونسته. و ما حدود 2 دقیقه وقت داریم، اگر نظرتون رو بفرمایید راجع به این که آیا واقعا اونطوری که بسیاری از هموطنان ما فکر میکنن و کارنامه ای رو که بایدن داشته مورد توجه قرار میدن، فکر نمیکنید که بایدن با مماشاتی که با جمهوری اسلامی داشته حیات جمهوری اسلامی رو طولانی تر کرده؟ من قبلا هم راجع به موضوع، واقعیت هم اینه که ظریف مثل روحانی، مثل همین پزشکیان، مثل خاتمی، اینها فکر به این واقعیت رسیده بودن که برای حل مسائل اقتصادی ایران که روز به روز مشروعیت رژیم رو زیر سوال می‌برد، باید سیاست خارجی رو از این تقابل با آمریکا و تقابل با جهان غرب خلاص کرد. این تئوریشون بود. همه ظریف مگر هیچ ارتباطی نکته‌ای راجع به مسائل داخلی نمیگفت. ظریف وقتی در خارج از کشور میومد مصاحبه میکرد میگفت ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند، و از این مهملات مزخ. این که انگلیسی درست صحبت میکرد، انگلیسی درست صحبت کردن ارزش نیست. یه درس بوده بود اینجا، 30 سال اینجا زندگی کرده بود و به این حرفا رو به انگلیسی، ولی ماهیتش همون دروغ‌های بود دیگر. ولی هنوزم همینه، هنوزم اون گفتم که در درون رژیم ایران یک اختلاف اساسی راجع به ثبات و بقای رژیم هست، که این ثبات و بقای رژیم تأکیدش رو میذاره روی به اصطلاح تنش زدایی در حریم سیاست خارجی، و اینکه ایران صدها بیلیون دلار کمک به نیروهای نیابتی خودش در منطقه کرده با این مخالفت، که البته این مخالفت رو نتونستن به جای برسن چون سپاه پاسداران دستگاه سرکوب رژیم و ولی مطلق فاشیست اونجا که نشسته اینا حاضر نیستن گیره بپرد. بنابراین این که ماهیت به سر رژیم اجازه به اینها نمیداد که بیان برای حل مسائل معیشتی ایران با غرب وارد مذاکره بشن و بتونن سیاست خارجی رو به طرف عادی سازی پیش ببرن، نه به طرف تهاجمی و امت سازی. اینه که تا زمانی هم که این رژیم به این شکل خامنه ای و تشکیلات سپاه پاسداران و در به اصطلاح اینا وجود دارن، تغییری من در رژیم ایران نمیبینم، بلکه تمام این بحران ها تشدید میشه. بحران در روابط خارجی، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران محیط زیست، و بالاتر از همه بحران کیفیت زندگی برای مردم. اینها در ماهیت این رژیم و خامنه‌ای و شرکا مسئول این جنایات بر سرزمین مادری ما هستند. آقای دکتر فرهنگ بی‌نهایت سپاسگزارم مثل همیشه از شرکتتون در برنامه، از بینندگانی که برنامه خبرها و نظرها رو انتخاب کردید برای دیدن سپاسگزارم، و در پایان از
کارگردان فنی برنامه که مثل همیشه هدایت برنامه رو داره، امیر شهرتی. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار.